ارز اشاره کردیم. آقای دکتر ببینید، خب ارز یه تغییرات عجیب و غریبی کرده، افزایش اصلا غیر قابل تصور ایجاد شد درش، ولی خب مدیریت شد، انصافا بانک مرکزی خوب وارد شد، تغییرات اشارت که این بار دیگه کاهشی بود، یک ثبات نسبی هم بر بازار ارز حاکم شد، به ویژه این روزها میبینیم که باز هم روند کاهش است. حالا بفهمید که الان سیاست دولت این است که بیش از آنچه که اتفاق افتاده باز ارز رو قیمتش رو کاهش بده و دیدگاه هست. حالا به شایعات کاری ندارم، مثلا میگن نه خود دولت میخواد اینقدر نگه داره دیگه، نمیخواد بیشتر بیاد پایین. یه سری میگن نه اتفاقا نظر دولت این است که خیلی کمتر بشه. بفهمید که واقعیت صحنه چیه و دولت چه نظری داره. دو بحثه. یک بحث اعتقاد دولته که ما اعتقادمون بر اینه که قیمت ارز اینی که الان هست باید از این پایین تر باشه. بله. یعنی ما اگر که قبل، یعنی ارز قبل از این شوک اقتصادی رو در نظر بگیریم، اون زمانی که 3700 تومان بود، تورم رو در نظر بگیریم، همه اینا رو در نظر بگیریم، حالا برخی میگن که میشه 7 تومان، برخی میگن میشه 8 تومان، ولی تحت هیچ شرایطی به این قیمت امروز نمیرسه. پس ما بر اساس تجزیه و تحلیل اقتصادی معتقدیم که قیمت ارز پایین تر از این قیمتی است که الانه و حتما بعد کمتر بشه. روش دیگرمون اینه که ما نمیخوایم که قیمت ارز رو تصنعی با دستور دولت بگن که قیمت ارز باید انقدر باشه. دلیل این که تو این مدت یه ثباتی بر بازار ارز به وجود اومد این عرضه و تقاضا بود. این سیاست درستی بودش که بانک مرکزی ما اتخاذ کرد و اجازه نداد که با ارز سوداگری بشه. ارز رو گذاشت در خدمت اقتصاد کشور، واردات و نیازمندی های ضروری کشور، دارو و غیره. چون که روی این سیاست یه مقدار پافشاری شد، جلوی سوداگری ارز رو گرفت. ما اعتقاد نداریم که مردم باید ارز رو بخرن به عنوان یه سرمایه خونه نگه دارن. خب الان هم که میبینن داره کاهش میشه، خود مردم هستن که اونایی که در گذشته خریده بودن اینها میان عرضه میکنن. بر این اساس ما خوشحالیم از این که یک ثباتی پیدا کرده، خوشحالیم از این که روندش آرام آرام کاهشی هست و امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کنه. مردم بدونن روزی که ارز زیر 10,000 تومان بشه ما بیشتر از هر کسی دیگه خوشحال میشیم.